بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر به خاطر داشته باشید، در هفته گذشته صحبت پیرامون قضایای مربوط به زکات بود. فکر کنم در یاد من ماند و به شما وعده سپرده بودم که اگر در این هفته اگر کدام موضوع حاد دیگر در مابین حائل واقع نشود و بعضی از قضایای مربوط به زکات تکمیل نشود، صحبت این هفته را هم انشاءالله به همین مناسبت پیرامون مسائل زکات تخصیص دادیم. از اینکه بعضی سوالها هنوزم در ذهن هموطنان عزیز به جای خود باقی است. طوری مثال، تعداد زیادی از مسلمانان مخلص وجود دارند، اما بس اوقات وقتی که زکات مال خود را جدا میکنند ولی مصاریف درست به زکات پیدا کردن نمیکنند. چرا که در عصر زندگی میکنیم که همه چیز دیگرگون شده است. یک انسان فقیر، مسکین، مستحق که سرشار از ایمان و غیرت و همت اسلامی است، اج وقت ضمیر و وجدان برایش اجازه نمیدهد که دست خدا به کسی دراز کند، در حالی که در فقر به سر می برد و بسا اوقات و خصوصا در شرایط کنونی یک تعداد مردمی که از سوال و گدایگری به خود حرفه و یا این که پیشه ساختن آن قدر به شکل عیارانه و مکارانه پیش می روند که بسا اوقات اگر در جیب پول نباشد تأسف میکنی که کاش یک چند پول در جیبم میبود. طوری مثال پیش روی تا میگیرن که برادر عزیز در شفاخانه مریض دارد، در حالت کوماست، به یک قدر پول ضرورت است، به یک قدر همکاری ضرورت است، گریان میکنه. نه، قرآن در آیه مبارکه‌ای که در سوره بقره ذکر شده است مستحق زکات تشخیص داده. لا يسألون الناس الحافا، استغناء و استعفاف. استغناء به این معنی هیچ وقت از زندگی خود شکایت ندارند، در حالی که در فقر بسر میبرند. اگر پرسانش میکنی چه الحمدلله میگه، بسیار به خوبی تیر میشه. استغناء همچنین با لباس پاک، با شکل پاک داخل جامعه میشه، در حالی که در تمام زندگی یک جور لباس ولی میکوشه که لباس خود پاک نگاه کنه. چون استعفاف، عفت قلبی در انسان وقتی که باشد، استغناء ظاهری در او جلوگر میسازد. یک انسان که قلب از او عفیف باشد، در او همت باشد، او
تجلی دارد در ظاهر انسان که ظاهر انسان هم مستغنی می شود. حتی وقتی که با وجود فقر، وقتی با او بوی که چند پول زکات است بگیر، از این نفرت می روید. میگه من زکات خور نیست. اینجا از که قرآن میگه للذین احصروا فی سبیل الله، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای فقرایی که بند هستند در راه خداوند، برابر است که مرض اونها را بند ساخت نگذاشت که بیرون شوند و یا جهاد در راه خداوند یا آموزش و طلب علم و یا انگیزه دیگر در راه خداوند بند هستند. للفقراء الذين احصروا لا يستطيعون الضرب في الارض، اونها توان ندارن، وقت ندارن تا سفر بکنن در زمین به خاطر تجارت. اونها وقت ندارن که بس، یا پول ندارن که سرمایه گذاری کنن، تجارت کنن. تعریفهم بسیما، اونها را از سیمایشان میشناسی. خداوند میفرماید که يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، انسانی که به حالشان خبر نباشد گمان میکند که اینها اغنیا هستند، سرمایه دارا هستند. چرا؟ من التعفف، به خاطری که به صفت عفت اونها خود مزین. عفت دور بودن از سؤال، دور بودن از ذلت، خود ذلیل نساختند. اینجا است که انسانی که به حالشان خبر نباشد فکر میکند که اینا سرمایه های دنیا دارن، در حالی که هیچ چیز ندارن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسیماهم، در حالی که آثار فقر در سیمایشان معلوم است. لا یسالون الناس الحافا، مرد از مردم چیزی را به اساس اصرار نمیخواهند. ولی اینجا است که امروز یک تعداد زیادی از برادران مسلمان، از اغنیای مؤمن و متدین ما هم گیر شدند که با کی بپردازند پول خود، زکات با کی بدهند. این زکات فرق میکند با صدقات. اگر شده قرآن کلمه صدقات به زکات هم با کار برده شده، زکات صدقات نفلی یا صدقات وجوبی مثل صدقه فطر و دیگر چیزها، باید در پرداختی از این، چرا وقتی خداوند جل ذکره مستحقین زکات مشخص است، باید سخت محتاط باشی، احتیاط بکن. چرا؟ اگر تو به غیر مستحق زکات بپردازی، زکات از ذمه‌ت ادا نمیشه. زکات به حال خود باقی است، از فرضیت زکات از ذمه‌ت ساقط نمیشه. دوستای عزیز، به این خاطر است که مستحق کیست و چه شکل بتانیم که مستحق زکات بشناسیم. به همین لحاظ بعضی مسائلی است که امروز سری از اون انشاءالله بحث میکنیم. یکی از جمله شروط زکات نیت است، یکی از جمله شروط زکات عقل و بلوغ است. آیا بالای اطفال سرمایه دار که خود طفل سرمایه دار است، پدرش وفات پنج طفل به جا گذاشت، و این پنج طفل سرمایه دار هستند، در مال یا زکات هست و یا خیر؟ چرا؟ حضرت امام اعظم رحمت الله علیه برای وجوب زکات، مکلفیت و یا عاقل بودن و همچنین بالغ بودن شرط می ده. لذا اگر سرمایه دار دیوانه باشد، به نزد حضرت امام بر بالای از او زکات نیست. اگر اطفال نابالغ باشد، بر بالایشان زکات نیست. چرا؟ مکلف و مخاطب نیستند. زکات از جمله اوامر و خطاب شرع است، مورد خطاب و مکلفیت شرع تا هنوز قرار نگرفتند، در حالی که بعضی از علما و فقها به این نظرند زکات یکی از جمله به اصطلاح حقوق مال است، به مال بر میگردد، به ذمه انسان بر نمیگردد. مالک هر قسمی که باشد، برابر است که مستحق مخاطب باشد یا نباشد، مکلف باشد یا نباشد، ولی چون یک ضریبه مالی و یک معونت مالی است، بناهن به مالک نمیبینیم، به مال ببینیم. وقتی که نصاب تکمیل شد
وسیع انسان یا ولی انسان از طرف انسانی نامکلف و یا غیر عاقل و بالغ میتواند که بپردازد. اما نظر امام رحمه الله به این که زکات از جمله عبادات اساسی مخاطبی از این انسان است که مالک باید مخاطب باشد. مخاطب چی معنی؟ عاقل باشد، دیوانه نباشد، بالغ باشد، طفل نباشد. یه یکی از جمله قضایایی است که ارتباط میگیرد با قضیه زکات و احکام مربوط به زکات. نیت یک قضیه خیلی مهم است. چی معنی؟ نیت با زبان نخیر. وقتی که ما نصاب تکمیل می شود که در هفته گذشته صحبت شد و یک سال سری عزیز و پری می شود، بسم الله الرحمن الرحیم گفته مالک پول زکات خود جدا می کند، حساب و کتاب خود تکمیل می کند. طور مثال میگه یک لک افغانی یا ده لک افغانی زکات مال، این گرفته در یک طرف جدا میکنه. در وقت جدا کردن نیت میکند به قلبش که پروردگارا این پولی را که من در صندوق و یا در جای مشخص گذاشتم این پول زکات. در وقت عزل به معنای جدا کردنی پول زکات، وقتی که میپردازد بر فقرا، اگر در وقت پرداخت به فقیر نیت اگر از یادشم میرود پروا ندارد. چرا؟ در وقتی جدا کردن مال، این مال جدا کرده بود، یک طرف مانده بود به خاطر چی؟ به نیت زکات. و گاه گاه قضیه برعکس است. به این معنی پول را از خانه با خود گرفت که سودا بگیرد، 10,000 افغانی را به جیب خود گرفت، بیرون شد که سودا بگیرد. در راه مجموعی از مردمی که مستحق زکات بود با واه و بروش شکر گفت الحمدلله بهترین چانس، در حالی که پول از خانه به خاطر زکات بیرون نکرده است، بلکه به خاطر سودا یا به خاطر داد و معامله خود بیرون کرد. در اینجا پول وقتی که برای فقرا میته باید در وقت پرداخت و ادای عذیب فقیر به اینجا نیت زکات بود. این درست است. یا در وقت پرداخت پول به فقیر و یا در وقت جدا کردن پول زکات، در این دو وقت نیت زکات ضروری است. خب یک مسئله که تعدادی از مردم گاه گاه به خاطر فرار از زکات در زیر پرده خود پوت میکنن و دست به یک نوع حیلگری میزنن، او ایست. دوستای عزیز، یک لک افغانی بالای یک کسی قرض داشت، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال تیر شد و او توانی پرداخت ندارد. او توانی پرداخت ندارد. آیا درست است که به مو شخص بگوید که یک لک افغانی را در عوض زکات به تو بخشیدم؟ این خود یک مسئله بسیار مهم است. یکان کس میگه والا صاحب یک کسی را یک چند افغانی بالایش داشتیم، چند پول بالایش داشتیم، توانی ادا کردن نداشت، بخشیدیمش به زکات. نه خیر، فقهای اسلام به این نظرن که در مابین کلمه تملیک و در مابین کلمه ابراء از نظر فقهی و حقوقی فرق است. تملیک به این معنا که تو چیزی را به یک شخص میت و او را مالک میسازی، ابراء به این معنا که حقی به ذمه کسی داشتی و میبخشی. کلمه تملیک شرط است در زکات، نه کلمه بخشش. به همین لحاظ وقتی در قرآن پاک میخوانیم این اسم الصدقات للفقراء، صدقات مراد زکات است در اینجا. لل از نظر گرامر عربی کلمه لام افاده تملیک میکند که باید مالک و شخص غنی پول زکات برای فقیر مستقیم بپردازد یا از طریق وکیل خود بپردازد که او مالک شود. به همین لحاظ دوستای عزیز من سری موضوع دین و یک موضوع دیگه یادم آمد. فقها میگن، علما میگن یک انسان از پول زکات دعوت میکن، غذا تهیه شد، غذای بسیار خوب، انواع غذاها، یک تعدادی از فقرا را گفت که بفرمایید نان بخورید.
50,000 افغانی را نان تهیه کرد. یک هتل بسیار قشنگ و یا داخل شدن نان خوردن. بعد از اینکه نان خوردن گفت که خب نوش جانتان پیسه از پول زکات بود. آیا زکات ساقط شد و یا خیر؟ علما میگن نه. چرا در مابین تملیک و در مابین اباحت فرق است. این را اباحت میگن. چی معنا؟ اجازه دادن به خاطر استفاده از نانی که تهیه شده است. این تملیک نیست. این را دعوت میگن. دقیق باشیم دوستان. تملیک به این معنا که شخصی را مسلط و مالک میسازی در برخی یا در گوشه از مال خود. به این خاطر علما میگن که وقتی که یک انسان طعام را تهیه میکند از پول زکات بالای میزها میچینه و فقرا را میگه بیاین بخورید. این را اباحت و یا اجازه میگن. اجازه هست که از این طعام شما استفاده بکنید. این تملک شدن نمیتوان. درست نشد. زکات درست نشد. به همین لحاظ ما پول زکات در بنای مسجد مصرف کرده نمیتونیم. چرا کسی نیست که جانب مقابل پول قبض کنه؟ ولا میگه چند روپا داشتیم امور مسجد ساختیم. از چی بود؟ از پول زکات. درست نیست. پول زکات از پول زکات بنای مسجد درست نیست. شرط اساسی این است که در جانب مقابل کسی باشد که پول تسلیم شود و او محتاج باشد، فقیر باشد، چه قسمی که در قرآن هست. این راه های گریز است از زکات. برمیم سری موضوع دین. ولاسه 50,000 افغانی داشتیم. زکات امسال هم 50,000 افغانی میشد. الحمدلله بلای کسی بود که توان پرداخت نداشت، ما برش بخشیدیم. دوستی عزیز زکات نشد. ابرا با تملیک فرق میکند. ابرا اسقاط حق، تملیک اثبات حق. ما بین هر دو واجه فرق است. منان ادرس نیست دوستای عزیز. این چیزهایی است که باید بفهمیم و بدانیم. منان نیت شرط شد در وقت جدا کردن پول زکات و یا در وقت پرداخت زکات به دست فقیر و مسکین. و بس اوقات یک تعداد مردم از زکات، خصوصا یک تعداد مردمی که در اطراف ها از زکات استفاده میکنن. بچه شکل چند تن در یک قریه فقرا و مساکین و بیچاره هستن، همزمان مزدورکار هستن. وقتی که یک مبلغی از زکات خود یا از عشر خود به یابتن، گویا که یارا مکمل رزرو کردن برای آینده به کارش. روزی از روزها بیادر امروز عشر هستم رای ما کمک بکنی. والا جناب خان صاحب بسیار ببخشین که امروز من مصروف هستم. پول مفت بود که برات دادم. چی تو مصروف هست؟ هر سال برات پول زکات نمیتون. ببین زکاتم از بین رفت، ثوابشم از بین رفت، گناهی بزرگی را. چنانچه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای کسانی که ایمان آوردید، زکات و صدقات و خیرات خود را با منت گذاری و اذیت از بین نبرید. وقتی او را اذیت کردی و شرف عزت انسان باده کردی، منت گذاری بالایش کردی، کدام احسانی از طرف تو نیست؟ حق او را پرداخته بودی. و نه ان بس اوقات از این استفاده جویی میشه. ولا چه کنیم، هر سال پول زکات برش میدیم، مال کلانکار شده، زندگیش خوب شده، حالی در کارم که تیمان نمیره و کمکم نمیکن. این نادرست است دوستای عزیز. دیگه از جمله شروط زکات ایست که کسی که زکات میده باید مسلمان باشد. یک کسی که مسلمان نیست بالای از او زکات نیست. چون اولین دروازه داخل شدن در اسلام کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است. تا به وقتی که این قسمی که در حدیث شریف میاد کلمه مبارک مفتاح یا کلید است، تا به وقتی که دروازه و قلف باز نشه و داخل رقبه و چوکات اسلام نشود، نه نمازی از او درست است و نه زکات از او درست است، نه حجی از او درست است. اینجاست دوستای عزیز که شرط اساسی امیست که باید مسلمان باشد انسان. پولایی که نهادهای صلیبی یا مؤسسات تبشیری
زیر هر عنوانی مصرف میکنن. اونها در زکات نیست و در زکات نمیاد، بلکه اهداف شومی دارن از خلال توزیع و نشر عقاید فاسدشان از خلال کمک ها، بنابراین او زکات نیست. اینجا سوال دیگری که در ذهن دوستان مطرح می شود ایست که آیا کسی که بالای کسی پول دارد، پول قرض، تو 5 لک افغانی به کس به قرض دادی و یا از تو سودا خرید، بالایش دیما 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 6 ماه بعد او را می پردازد، زکاتی از این بالای کیست؟ فکر کنم دفعه گذاشتم یک اشاره مختصر داشتیم، زکات بالای مالک اصلی است. زکات بالای مالک اصلی است. اگر چندی که به تعویق دهد، 3 سال پولی تو بالای کسی قرض، در 3 سال زکاتی از او را نپرداخت، 3 سال بعد وقتی که پول به دست میاری، زکات 3 ساله گذاشته بالای لازم است. در جانبی از این موضوع و این مسئله یک سؤال دیگه مطرح میشه، کدام نوع قرض و یا دین مانی زکات می شود؟ مسئله از این قرار است، تو 5 لک افغانی داری، 4.5 لک افغانی مدیون هستی، قرضدار است، 5 سال یا 4 لک مدیون و قرضدار هستی، 1 لک مان، 1 لک افغانی به حساب فکر کنم طلای امروز نصاب تکمیل نمی کند. اینجا است که زکات بالایت نیست، لیکن سوال اینجا است که دیون فرق می کند، قرض فرق می کند، گاهی از انسان مقروض استی و گاهی از الله تعالی. دوستای نهایت از هر دینی که از انسان بالایت می باشد او مانی زکات می شود. همین خاطر است که فقها زیر عنوان کل دین له مطالب من العباد گفتند، هر دینی که از طرف بندگان خداوند مطالبی داشته باشد، یعنی حقوق العباد باشد و او مردکه مطالبه میکند از تو، او مانی زکات میشود. به این معنا وقتی که به پرداخت او دین نصاب ناقص میشود، زکات ساقط میشود، زکات بالای نیست. اما هر دینی که مطالب نداشته باشد، یعنی حقوق الله باشد، خصوصا در مذهبی حضرت امام اعظم با ابو حنیفه، او مانی زکات شده نمیتواند. چی معنی؟ حج بالایت فرض شده و اگر پول حج بیرون کنیم نصاب زکات از بین میرود. آیا فرضیت حج کی مطالبی از این الله است، حق خداوند است، اینجا زکات بالایت فرض است؟ اگر پول حج 2 لک افغانی فرض کنیم بیرون کنیم، تو 3 لک افغانی داری، 1 لک باقی میماند، از نصاب پایین آمد، آیا پول به حج میپردازی و یا زکات اول باید ادا بکنی؟ در اینجا علما میگن که زکات مانی شدن نمیتواند، فرضیت حج مانی زکات شدن نمیتواند، باید زکات بپردازی. چرا که با پرداخت یک مقدار کم که از 40,000 1,000 است، هیچ تأثیری در پول حج نمی آید. و همچنین کفاره ها که بالای انسان کفاره سوگند می آید، کفاره قتل خطا می آید، کفاره زهار می آید، یا مانی زکات شده نمی توان. و همچنین نظر، یک انسان نظر میکند که 1,000 فقیر و مسکین را به نام خدا در این هفته ما نان میتونم، نظر شد، یا 100 گوسفند به نام خدا خیرات، 50 گوسفند به نام خدا خیرات، 5 لک افغانی به نام خدا خیرات، به زبان نظر میکند، این نظر مانی زکات شده نمیتواند، اول باید زکات مال خود بپردازد. اما دیون انسانها، دین و قرضی که از طرف انسانها هست، دوستای عزیز، مانی زکات شده میتواند. مسئله دیگری که
در باب زکات مطرح می شود که زیاد دوستا خصوصا همشیرها زیاد می پرسند در زیورات خانم ها آیا زکات هست و یا خیر. دو نظری فقهی وجود دارد و نظری که مبنی بر احتیاط است و نظری امام اعظم ابو حنیفه است که میگه زکات لازم است. چرا؟ یک زنی با دو دختر خود از یمن آمده بود به خدمت پیغمبر علیه السلام و به دست دخترایش، در یک روایت میگه به دست خودش، کرههای از طلا بود. پیغمبر بزرگوار علیه السلام پرسیدن که آیا زکات ای را میتی؟ گفت نه خیر یا رسول. گفت آیا میخوایی یا دوست داری که در روز قیامت به جای کرههای طلا به دست تو کرههای از آتش زده شود؟ گفت نه خیر. چون زنی بود که ایمان در قلب از او جوش میزد، کرها را کشید، گفت یا رسول الله زکات چی میکنی که کلگی از به نام خدا در بیت المال مسلمان آمانده شد؟ بناهن همشیره هایی که امکان داره که به 1,000، 2,000، 3,000، 4,000 گرام طلا داشته باشه، مالایشان در هر 40 گرام یک گرام که قیمت گذاری میشه به افغانی، بالایشان زکات زیورات لازم است. زکات زیورات بالای همشیره ها لازم است دوستای عزیز. نباید این تغافل شد. میایم سر مستحقین زکات. زکات به کی پرداخته شد؟ اشاره اجمالی داشتیم که قرآن فقیر گفته و مسکین گفته و کسانی که در زکات کار میکنن عاملین میگن از طرف دولت اسلامی گماشته میشن به خاطر جمع‌آوری زکات، و کسانی که در راه خدا هستن در جهاد، در علم در راه خدا هستن، و کسانی که ابن سبیل هستن در وطن خود سرمایه دارن اما به حج آمده پولش کیسه بر زده، محتاج است، دسترسی به پولش ندارد، با او زکات درست است؟ خب اینجا هست که ای رخو الحمدلله همه گی میدانیم در اقارب من و خیشاوندا، با کدام خیشاوند من و یا اقارب من میتونیم که از زکات خود کمک بکنیم یا از زکات خود بپردازیم؟ دوستای عزیز، سه نوع اقارب است. یکی اقاربی که او را اقارب قریب میگن، و یکی اقارب دور، و یکی هم قربت زوجیت، یعنی روابطی که ما بین زن و شوهر است. اقارب قریب، اولادهای انسان، نواساهای انسان، هر چقدر که فکر بکن. اقارب که از طرف اصول است، بیام در اقارب قریب نیاید، پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلان، هر چقدر که به اصطلاح علما و این علو بلند می روند. انسان به پدر خود از زکات خود داده نمیتونه، انسان به پدر کلان خود از زکات خود داده نمیتونه، به مادر خود داده نمیتونه، به مادر کلان خود داده نمیتونه، به فرزند خود داده نمیتونه، به نواسه های خود داده نمیتونه. چرا؟ چرا که نفقه همگی از این بر بالا انسان واجب است. در صورتی که اوا مسکین هستند ندارن، تو باید مشکلات از اونها را رفع بکنی، حوائجی از اونها را تو تأمین بکنی. بناهن تو نمیتونی که به همچنین اقارب و خیشاوندان زکات بپردازی. دوم اقارب بعیده. اقارب بعیده مثل برادر، خواهر، کاکا، عمه، خاله، ماما، بچه کاکا، بچه خاله، بچه عمه، برادرزاده، همگی از این اقاربی می باشند که انسان می تواند که از زکات خود به یا بپردازد، به خواری خود بپردازد. در صورتی که بسیار مردمی است که خداوند به او زندگی خوب داده است، اما خواهرش زندگیش خوب نیست، با فامیلش و اولادهاش پریشان است، برادرش زندگیش خوب نیست، کاکایش زندگیش خوب نیست، مامایش زندگیش خوب نیست، در اینجا دو ثواب انسان کمایی می کند. یکی ثوابی پرداخت زکات و یکی ثوابی حفظ صله رحمی. پیغمبر بزرگوار علیه السلام می فرماید که در اینجا انسان مستحق دو اجر و ثواب میشه. ولی اینجا یک نکته قابلی ذکر است که در افغانستان ما الحمدلله، اگر چه خالی او همت ما و شما از دست دادیم، علی از کلانای من
گرفته تا خورده همگی به گدایی و ذلت آموخته شدیم. وگرنه یک وقتی بود که در اینجا یک غیرتی بسیار فوق‌العاده وجود داشت، همتی داشت مردم که کلمه زکات خور بسیار بد تأثیر میکرد بالا یک کس. خدا کنه که او همت دوباره زنده شد. کسی و بچه کاکاش میگه چند روپا زکات است، امکان داره که بس اوقات آماده به جنگ شود. ویل تو مرا زکات خوری خود در اینجا چه چاره کنیم؟ چه تو بتانیم که از پول زکات بچه کاکا که اساسیت داره در برابر کلمه زکات، چه تو از پول زکات به او کمک کن؟ یا با بچه ماما، حتی با برادرها، با خواهرها. شرط نیست که به او گویم که زکات است، بلکه خودمان نیت کردیم که از پول زکات ما میشود که به هر شکلی از اشکال مواد خوراکه حتی میخریم برش میبریم میتیم تملیک ثابت شود، مطلب به شکل اباحت نباشه، به شکل لباس ها خریداری میکنیم برشون میبریم میتیم، و یا پول به یک شکل از اشکال برشون میتیم. به این مشکلی وجود ندارد. به هر حال باز هم خدمت عرض شود که زکات به این چنین اقاریب پرداختش نه تنها جایز، بلکه هم جایز و هم ثوابش بیشتر است. در مابین زن و شوهر، آیا شوهر از زکات به خانم خود پرداخته می تواند؟ بیا خیر، نه خیر. اگر چندی که خانم فقیر باشد، چون نفقه خانم بالای شوهر است. بنان قبلا ذکر شد که هر کسی که نفقه از او بالای توست از زکات خود به او داده نمیده. لیکن برعکس اگر باشد، زن سرمایه دار است و شوهر غریب، جای تعجب است. در جامعه ما و شما طبعا این گپ خیلی جای تعجب است. یک کسی تو زنش سرمایه دار است و خودش فقیر. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خانم عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما روایت میکند که ما چند خانمی رفتیم که پرسان بکنیم از رسول الله علیه الصلاه و السلام که ما سرمایه دار هستیم، زکات میدیم، اما شوهرامان فقیر است، آیا از زکات خود برای شوهرانمان داده می توانیم؟ یا خیر. درسی که از این واقعه به دست می آید این است که در اسلام عزیز، برای همان طوری که مجال سرمایه و تجارت برای مردان است، برای زنان است. حضرت ام المؤمنین خدیجه از جمله بزرگترین تجار مکه و قریش بود. اینجا که خانم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه که وقتی که ما پرسان کردیم، پیغمبر بزرگوار علیه السلام اجازه دادن که یک زن میتواند که از زکات خود برای شوهری خود بدهد. اما یک نظری فقهی که حضرت امام اعظم و امام احمد بن حنبل به اینجا درباره حدیث ملاحظاتی دارد. اینا میگن که حدیث به او قوت نرسیده. یک دوم از اینکه وقتی که زن به شوهر خود از زکات خود میدهد، اون ناگزیر است که از امو پول برای خانم خود نفقه کند. پس از زکات دوباره پول زکات به جیب زن می آید. اینجا است که برای شوهر خود حضرت امام اعظم رحمه الله به این نظر است که خانم پول زکات داده نمی تواند. لیکن اگر ظروفی باشد یا شرایطی باشد که محتاج باشد، در روشنی حدیث می توانیم که بگویم که گاه در بعضی ظروف و حالات پرداخته می تواند. دوستای نهایت عزیز، باقی قسمی که خدمتتان عرض شد از زکات انسان به اهل ذمه، کفاری که در کشور اسلامی به شکل به اصطلاح شهروند زندگی میکنه، پرداخته نمی تواند. به نزد حضرت امام اعظم از دیگر صدقات انسان به اهل ذمه، به غیر مسلمینی که در کشور اسلامی به حیثی شهروند زندگی میکنند کمک کرده میتواند، اما زکات نمیتواند. خب، یکی از مسئلهی که بسیار مهم از دوستات توزیع زکات است به شکلی درست. فکر کنم که در سال گذشتم در این باره صحبت شده بود و همیشه از این موضوع ما یادآور میشم، ولی خود وقت ندارم که پیش هر سرمایه‌دار و هر غنی و هر الحمدلله تاجر مسلمان برم
برش پیشنهادی فردی بکن. ما گفتم اگر تاجرای مسلمان ما، کسانی که با آیه و آت و زکات ایمان دارند، زکات مال خود اخراج میکنند، میپردازند، اگر این تجار خصوصا آغاز این کار اگر از شهر کابل شد، چه قسمی که در بعضی کشورهای اسلامی زیر عنوان صندوق زکات در کویت، در مصر، در عربستان سعودی، در بعضی کشورهای اسلامی، در مالزیا، این چیزها بسیار نتیجه خوب داد. تجار مسلمان خودشان اگر یک کمیسیونی را تشکیل بدن که در رأس از او انسانهای امین قرار بگیرد و این یک اداره بسیار قوی و منیجمنت قوی داشته باشد که این بررسی بکند از مستحقین و این پول جمع شود به شکل درست، پول زکات، پول صدقه فطر، دیگر مدارک شرعی موسوم. اگر این پول جمع‌آوری درست شود، در سودان که حتی یکی از دانشمندای سودانی، از فقهای سودانی پیرامون این مسئله یک کتاب نوشته کرده است که او کتابش تزیس ماستریش، حکومت سودان چند سال قبل زیر اشراف خود حکومت یک کمیسیونی تشکیل داده شد به خاطر جمع‌آوری زکات. نه تنها جمع‌آوری زکات، جمع‌آوری زکات و احیای بانک زکات که پول زکات در این بانک به سرمایه گذاری یعنی فعال کرده شود، به فعالیت انداخته شود که بسیار نتیجه خوب داد. طوری مثال در وقتی که فرض کنیم 10 میلیون افغانی جمع شد یا 20 میلیون افغانی جمع شد و در پالوی ازیکی برای مستحقین پرداخته می شود، سری ازی تجارت می شود. در خلال یک سال دو سالی که تیر می شود شاید 500,000 اضافه شود و همچنین قیاس بکنیم زیر عنوان استثمار و اموال زکات بحث خود نوشته کرده است، سرمایه گذاری در مال زکات. پس وقتی که به این شکل اگر این جانبی اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی خصوصا در افغانستان به شکلی درست اگر فعال شود، به فکر ما بسیار به مدت کم در خلال 10-15 سال شاید دامنه فقر جمع شود، حتی مطلقا کنترل شود. دیگر ضرورتی نیست که یک جوان مسلمان مسیحی شود، یک جوان مسلمان دیگر ضرورتی ندارد که به خاطر مهر و به خاطر مصارف ازدواج که متاسفانه این بدبختی و این بدعت و این گمراهی امروز حتی در یک تعداد مسلمانای ما که تعدادی لاف از بسیار مسلمان بودن و مجاهد بودن میزنه و از برای خدا وقتی که 40 لک یا 50 لک افغانی بالای یک بچه فقیر زیر عنوان مهر تو وضع میکنی، یا او پرداخته شود یا پرداخته نشود. اگر پرداخته نشود دروغ و کذب است. قرآن میگه و آتوهن صدقاتهن نحل، خانمها را در حقشان تجاوز و ظلم صورت نگیرد، بلکه حقوق مسلمشان که مهر است باید پرداخته شود. اگر تو قصد تو دروغ است، در اونجا 5-10-20-100 نفر 1,000 نفر شاهد نوشته میکنی یک قدر پول و یک قدر مبلغ مهر تعیین شد، خب به پرداختی از او قرآن تو را مکلف ساخت. ولی یک بچه فقیر از کجا بتاند که در پالوی این مصارف گذار چند هزار به اصطلاح شخصی که در دعوت مکلف شد که باید دعوت بود این مصارف گذار وقتی که مهرم طاقت فرسا و کمر شکن باشد، ای خود یک ضربه بزرگ با پیکر امت اسلامی و خصوصا ملت مسلمان مظلوم افغانستان است. چرا در جهان کفر این بدبختی وجود ندارد؟ در جهان کفر چرا این بدبختی وجود ندارد؟ این مصارف گزاف و حتی ببین پیغمبر بزرگوار علیه السلام می فرماید که بهترین و پربرکت‌ترین عروسی آن است که
مصاریف و مهری از او کم باشد، مصاریف و مهری از او کم باشد، یا آنچه که نوشته شد پرداخته می شود یا پرداخته نمی شود. پرداخته نشد در حق زن ظلم. اگر پرداخته می شود و مرد توانی پرداختی از بر ندارد، دروازه خشونت باز کرد، دروازه غضب خدا را باز کردی، دروازه قرضهای سودی را تو باز کردی، بازم لاف از اسلام، لاف زدن از اسلام، از تکداری جنت، از خدا بتر. برخال دوستای عزیز، اگر ما الحمدلله در این سرزمین همیشه خیر بود است و خیر همیشه جاری است، این سرزمین و این ملت غنی هزی الحمدلله متدین است، فقیر از این متدین است. دین و اسلام بارها ما میگم که در خون ملت مسلمان افغانستان آمیخته شده است، ولی به یک توجیه ضرورت، به یک همکاری ضرورت که به برادران تجار مسلمان خود ما از پیششان خواهش میکنم یک همت بکنن که به خاطر تنظیم زکات صندوق و یا بانک را تأسیس بکنن، با داشتن یک اداره بسیار قوی و این بانک فعالیت میکنن، پول زکات سرش کار می شود و هیئتی با صلاحیتی که بررسی بکند از مستحقین زکات تا اینکه زکات با جیب قمارباز نرود، که امشب در قمار با و امروز 10,000 افغانی را به جیبش تو انداخت، با جیب معتاد و مواد مخدر نرود، با جیب شرابی نرود، با جیب زانی و فحاش نرود. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، قرآن در گناه و تجاوز همکاری نکنید، و تعاونوا على البر والتقوى، کمک بکنین در آنچه که در اون نیکی و در آنجا تقوا و پرهیزگاری تجلی میکن. اینجا است که هم زکات ادا شد به مستحقینش، هم جلوگیری شد از دیگر چیزها، هم مبارزه علیه فقر و هم دروازه تهاجم خطرناک دشمن که از فقر ما سوی استفاده کرده جوانان ما را، یک بچه محصل، یک بچه که حافظ قرآن است، قرآن حفظ میکن، پدرش را وقف کرده و ارتباط داره با یک فامیل غریب و بیچاره، بچه ایست که به نام خدا دین می آموزد، هیچ مدرک عایداتی ندارد، بچه ای که برآمد از در پوهنتون محصل است، فقر و بیچارگی مانی از این می شود که این نابغه و این تاریخ ساز که در آینده غریب بتاند که به تحصیل خود ادامه بتد، شاید یکی از جمله دانشمندان و مخترعین و مبتکرین وطن خود باشد، ولی مجبوریت و مزدوری و بیچارگی مجبورش می سازد که چند ساعتی در رفت باید حاضر شود و ساعتهای خود را به کار مزدوری سپری کند. اگر به این شکل ما پیش بریم در آینده، هم از نظری علم، هم از نظری دانش، هم از نظری ازیکی، چی تو بتانیم که تهاجم دشمنه که از میدان فقر پیش می آید و از میدان جهل پیش می آید. دیگر بچه افغان مسیحی نمی شد، توده های مسیحی کار می کند، در مابین حلقات بچه های مسکین و فقیر و بیچاره شکاری این شیادان و این مکاران می شود. وقتی که ما از دست فرزندان خود گرفتیم مشکل فقری اونا را حل ساختیم، دیگر افغانستان بازار ترویج گمراهی، کفر، ضلالت و مسیحیت و عیسویت نخواهد شد، دیگر مشکل باقی نمی ماند. و از جانبی دیگر مکلفیت دولت است که کسانی که در کوچه و بازار معتاد به مواد مخدر هستند، از زندگی از اینها بررسی شود، اینها مراکز درمانی برشان به شکل درست، نه به شکل به اصطلاح شکلی، ما یک قدر مراکز داریم، یک قدر مراکز درمانی داریم، در مراکز درمانی با اطلاع قوی که در دسترس ما هست مواد مخدر توزیع می شود، از زیر باران به زیر ناله، در مراکز درمانی مواد مخدر توزیع می شود، کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمان، در مراکز درمانی و علاج و تداوی ما برای معتادین که مواد مخدر ترویج می شود و در اونجا توزیع می شود و به دستشان قرار می گیرد، خدا کجا بریم خدا علاج بکنیم؟ دوستای عزیز، این مسائلی هست که به فکر ما به همت و به نیت و به قاطعیت و به احساس درک مسئولیت ضرورت، مسئولیت حکومت است که باید جلوگیری بکند،
یک تعداد مردمی که اینها از بیکاری در بدر شد، زمینه کار باید مساعد شود. وقتی که حدیثی که بارها خدمتان ذکر شد، پیغمبری بزرگوار علیه السلام در بازار می براین، یک جوان دست خود پیش میکند، یا رسول الله به ما کمک، مگه چیزی نداری؟ میگه هیچ چیز ندارم. وقتی که به صحت و صحتمندی جوان میبیند رسول الله علیه السلام، باش میگه که تو خودتوانی کار داری، در خانه هیچ چیز نیست، میگه فقط یک فرش است و یک کاسه گیده و نان میخوره. هر روش بیار، هر روش پیغمبر علیه السلام سودا میکند، با دو درهم یک درهم مواد خوراکه برش تهیه میکند و یک درهم میگه که خودشان، حتی پیغمبر خدا خودشان تبر خریداری میکنند، دسته ازوره، رسمان ازوره برش تهیه میکنند که از یک کو چوب میاری سودا میکنی و بعد از 15 روز ما تو را ببینی. بعد از 15 روز میگه که 10 درهم شرعی که خود یک سرمایه است و دستش است. میگه بچیم، ما زکات و خیرات برای کسانی میتیم که اونا توان کار ندارن. وقتی که رسول الله امام انبیا در بازار از دست جوان بیکار گرفته میگردن، با او کار پیدا میکنن. تو از خدا بترس که بزرگترین مسئولیت امت محمد به دوش توست. هزارها جوان ما از بیکاری دیپلمای خدا آتش دادن، به مواد مخدر معتاد میشود، به فحشا دست میزنن، به سرقت دست میزنن، به اختطاف دست میزنن، به همه بدبختی ها دست میزنن. در روز قیامت در برابری این ملتی که تو باعث گمراهی شدی، چی جواب میگی؟ بر رسول الله چی گفتنی داری؟ دوستای عزیز، این است مسئولیت حکمت، این است مسئولیت علما که موضوعات به شکل درست باید تشریح بکنند، به دسترس اغنیا و تجارای مسلمان خود قرار بدن و به فقرای مسلمان خود توجیه بکنند و تنظیم شود همه چیز. اگر ما زکات تنظیم شود، توزیع زکات به شکل درست باشد انشاءالله، و هر کس درک مسئولیت بکند، در آینده افغانستان در فهرست اول، در سرفهرست تجارت مواد مخدر یا گمراهی و بدبختی یا فساد اداری یا فساد اخلاقی انشاءالله قرار نخواهد گرفت. با امید آن روز دعا میکنیم که الله تعالی به همگی ما توفیق ببخشد تا درک مسئولیت کرده به خاطر فلاح و بهبود امت اسلامی و ملت مسلمان افغانستان کار بکنیم. خداوند به همگی ما ایمان و وجدان قوی نصیب بکن پروردگارا، تا این که مسئولیت اسلامی و ملی خدا به شکل درست ادا بکنیم. الهی به تجار ما توفیق بده تا این که زکات مال خدا بپردازند، و جوانای ما پروردگارا زمینه کار و زمینه سعادت و پیروزی را برشان مهیا بساز. برای تمام مریضها شفای کامله و عاجله نصیب بکن. یکی از دوستا یک پرسه نوشته کرده است که اونها فکر کنم برادرشان در اثر حادثه ترافیکی چند روز بعید است، در حالتی که ماست، همه گی دعا میکنیم که رب العالمین به او شفای کامله و عاجله بده. هر برادر و خواهری که از ما و شما تقاضای دعا میکنند، از اینجا دعا میکنیم. وقتی که ما دعا میکنیم به او، یک ملائکه میگه ولک مثل ذلک، ولکه مثل ذلک، کاری آسان نیست. این بسیار فایده به خودی ما و شما هست. وقتی میگه خداوند برادر مسلمان ما را شفا بده، خواهر مسلمان ما را شفا بده پروردگار، و پروردگار او را کامیاب بدار، او را پیروز بدار، اینجا یک ملائکه بالای سری هر کدام من استادگیت میگه ولکه مثل ذلک. خداوند به تو هم ما سعادت نصیب بکنه، ملائکه به تو میگه. بنان دوست عزیز، به برادر و خواهر مسلمان دعا کن، با امت اسلامی دعا میکنیم. یا الله تعالی امت از این پراگندگی نجات، بار دیگر پروردگارا قیادت راشده، وحدت و یک پارچگی و صلاح و پیروزی را نصیبش بکن. کسانی که برای در راه الله تعالی به خاطر کسب رضای پروردگار و سربلندی دین اسلام مبارزه میکنند، کامیابشان داشته باشد. الهی کسانی که علیه دین اسلام توطئه میکنند، دشمنی و خصومت میکنند، میجنگند، الهی ناکامشان بکن، ذلیلشان بسان. از همگی ما راضی باش. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و سلم.